بهش کنی بین رفیق نفیقات؟ بگو حالا چی شده آقا، من نگران دارم. کسی رو نفو بردم بیمارستان. جدی چی شده بود؟ یا بیمارستان بره بعد از من پول میگیرم. هرچی گفتم در مورد رفاقت خوب عدنان قضیه کنسل. گنگ سر دوست داشتنی بچه محسن تکرار هستم، اینجا کانال شخصی من، اومدیم یک کلیپ بگیریم از خنده بترکیم. آقا حالتون چطور بود؟ یکی دو روز بود ندیده بودم اتون، اصلا دلتنگتون بودم. فاطمه رو که میشناسین؟ بله آبجی بنده هستن که متاسفانه پدر منو در آورده. بچه یادتونه که عدنان با خواهر من هماهنگ کرد که منو گذاشت سر کار، اون اتفاق افتاد و فلان و این قضایا. آقا میخوام یه عدنان رو یه تست رفاقت کنیم ببینیم داستان چی پیش میاد، چه اتفاقاتی میفته. خیلی دوستتون دارم، تا آخر ببینید. خیلی کلیپ بمب، همین الان لایک کن، یه لایک کن، یه کامنت هم بذار. گنگستریم لعنتی. لایک نکردی که؟ لایک کن، بگو لایک کنم. لایک کن همین الان لایک کن. گنگستریم لند تو کامنت ها به انگلیسی بنویسین گنگستریم. بچه دارن زنگ میزنن به عدنان ببینیم داستان چیه. دو زنمشو بلند تو هیچی نگو اصلا. نه بیا من تو بیا این رو بایست و من سمت چپ هم تو دوربین بهتر. سلام عدنان جون، خوبی؟ محسنم سلام، چکرم چه خبر؟ چکرم، فدایی تو میگم. و عدنان شرمندتم واقعا، یه اتفاقی برام افتاده. خب حالا نمیدونم با چه رویم بهت بگم، ولی میگم عدنان حقیقتش داری اصلا نمیدونم، زبونم نمیچرخه اینو بهت بگم. میگم داری که یه کم پول بهم بدی، حقیقتش خیلی لنگ پولم. آره احسان مو به تنم سیخ شد. ببینید صداد نمیاد. میگم چقدری مثلا من زیاد بردم؟ اوکی نیم مثلا یه دو تومنی یا همچین چیزایی، سه تومنی. والا عدنان صداد خیلی ضعیف میاد. چی میگی؟ میگم که من یه چند وقت یه بیکار شدم از کار. نه بابا بازامو میدونی رفاقت ها همین شکلیه. رفاقت ها همین شکلیه. یه جوری انگار یه اتفاق بدی افتاده. والا حقیقتش نمیدونم چجوری بهت بگم. آخه خیلی واقعا پول لازمم، خیلی پول لازمم. ببین یعنی اینجوری بهت بگم که شاید مثلا اگه اتفاق عادی افتاده بود خب اصلا رو بهت نمیزدم، چون میدونم آره تو هم پول نداری از این حرفا و اتفاقات برات زیاد افتاده، ولی خب واقعا خیلی عجیب غریب شده. یعنی اگه میتونی حقیقتش، اگه میتونی بهم کمک کن یه جوری به نمیتونی جورش کنی بین رفیق نفیقات؟ بگو حالا چی شده آقا، من نگران. کسی رو نمیشناسی؟ نه. میگم کسی رو نمیشناسی که بهم کمک کنه حداقل؟ نه خودم میکنم، نمیدونم والا به کی من بگم. حالا بهم بگو چی شده. رفیقی به فلانی، حالا خب یه اتفاق افتاده دیگه، به هر حال یه اتفاقی افتاده. خیلی بهم بگو که من شاید بتونم حالا از یه طریق دیگه بهت کمک کنم. شاید نتونم حالا پول جور، ولی از درقل بتونم یه جور دیگه بهت کمک کنم. چی شده؟ میگم آن چی چیزی شده؟ والا حقیقتشو بخوای نمیدونم چجوری بهت بگم که چه اتفاقی افتاده. والا حقیقتش من تو خیابون بودم، خب بعد با ماشین بابام، بعد دیگه داشتیم میرفتیم و من یه تصادف کردم. خب بعد نمیدونم چی کار کنم، یکی دو تومنم لازم دارم این الان. یعنی یه جوری سر و تهش هم میارم که بابام حداقل داستان نشه، بابام نفهمه. اگه بابام بفهمه خیلی بد میشه، خیلی بد میشه. الان خودت خوبی؟ چیزی نشد؟ آره من خودم اوکی هم، بد نیستم. خب دیگه بالاخره بدنت کوفته میشه، ولی خب سعی کردم که حالا خودم رو روپا نگه دارم که اوکی باشم. این حد بوده؟ میگم آره. که بذارم من بیام اونجا با یارو صحبت کنم، حالا یه جوری سرتن هم بیاری. نه حاجی، حالا پول باشه خیلی بهتره تا اینکه بیای. آخه میدونی بعد وقتی اینجا ماشین یارو چی شده؟
آجی دمش گرم. من بابام گاراژ داره اینا. ببین دمش گرم یارو بجا این که بگه پول بدم پول نداره میگه میام. بذار جدی بهش بگم میام ببین میاد یا نه بعد چی داره میگه. الو 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 ببین عدنان تو من الان میتونی خودتو برسونی؟ حالا چون بابات اینا هم گفتی گاراژ دارن اگه بتونی خودتو برسونی خیلی خوب میشه. آره بذار من بیام باش صحبت میکنم براش پیش بابام حالا تا ماشینش درست بشه ما خودی رو میکنم دیگه با هم دیگه اوکیش نکنم نگران هم ببین من خاکشناسی هم وسط خاکشناسی هم یه لوکیشن برام بفرستم باش 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 الان میفرستم دمت گرم. چقدر دیگه تو اینجایی؟ من خودم رو دایه یه رو بیگه نرستدم. باشه 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 دمت گرم دمت گرم بذاری لوکیشو مارش بفرستم بیاد. میخوای چی بگی تو دقیقا؟ اینو مشخص کن آجی برگا اصلا فکر نمی فکر کردم یه الان میپیچونه میگه باقا. که من پول ندارم خدافظ ولی آقا اگه کلیپ رو میبینه همین الان لایک کن آفرین همین الان یه لایک بنداز با این کلیپ تو کامنت ها بنویس بچه ها به نظرتون عدنان رفیق خوبیه یا نه؟ البته تا نیاد که نمیتونیم بفهمیم که رفیق خوب بوده. یکی دو تا من کم گفتی بعد بیشتر میگفتی مردم پول ندارن اینو درک کن. من خودم الان یکی دو تومن برام یک میلیارده. بچه ها من شما رو حسابمو میذارم این پایین لطفا هرکی تونست دونیت کنه بهم پول بده. با آبجین هستیم دوست داریم لایک بذاریم لایک و تویچ میذاریم بهم پول بده. میگم تویچ خوب پول میده جدا. ببین تو برو یه جای قایم شو که وقتی که اومد مثلا یه جوری ازش بگیری که نبینه مثلا داریم فیلم میگیم. 15 minutes later بچه ها قشنگ راحت ربع ساعت گذشته بیشتر بابا بیشتر از ربع ساعت گذشته ربع ساعت شد میاد. عدنان کجایی؟ بیا دیگه سوار شیم بریم. آقا هرچی گفتم در مورد رفاقت خوب عدنان قضیه کنسل جمعش کن بریم. ببین برگام داره میاد عدنان داره میاد برو پشت برو داره میاد فقط پشما فقط برگام داره میاد. عادی عادی نشون چطوری؟ خوبی چاکرت هم آجی کجا بودی تو؟ والا من ماشینم این بره بیا بیا واقعا اصلا یه چیز عجیب غریب آجی یه جوری تصادف کردیم اصلا شدم با آجی من بودم اصلا یکم جلوتره. نه من خودم که خیلی چیزی نشده فقط اینجای پام تو شلوار معلوم نیست اینجای پام یکم سیاه شده شلوار گذاشتم کشیده بودم پایین تا اینجا. اینجا من 405 بودم اون ماشین سمن بود ولی خب عجیب بود که سمنده خیلی خسارت دیده. من نمیدونم واقعا چرا شکلیه یکم بالاتر آجی طرف بردم بیمارستان. جدی یعنی چی شد؟ چی شده بود؟ میگم و بیمارستان بره بعد از من پول میگیرم پنم بیمه داری؟ من نمیدونم واقعا شخص سالس داشته باشه اوکیه ولی خب یعنی پولو میده کامل اومدن بیمه اومدن کروکی کشیدن. آره آره یارو اومد یه چیزایی که نوشته پس خلده بیمه اگه بیمه داشته باشیم بیمه میده. کجا ساله این طرف نگاه ببین یارو اومد اصلا میگم یارو رفته بیمارستان با کی میخواست صحبت کنه یارو اومدش خب بعد آن ما تصادف کردیم بعد یارو اومد پایین داشتیم ما هم دیگه صحبت میکردیم قش کرد واقعا. آره یارو قش کرد مثلا افتاد بعد من زنگ زدم به آمبولانس آمبولانس اومد بردش گفتم منتظر تو بمونم اینجا ببینم چی میشه. بعد شانسی هم روز اولی حالا یعنی ماشین واقعا نه ماشین اونو که بردم ماشین ما یکم جلوتره. ماشین خودتون چی شد؟ من ماشینم نگاه سپر دیدی که چجوریه. آره. خب خود سپره بالاش یه چیزی هست رسالت فنه چی بهش میگن؟ نه جلو پنجره. آره. بالا جلو پنجره چیه؟ بالای جلو پنجره تو 405 کاپوت دیگه آفرین کاپوت کاپوتش خم شده خب یعنی کاپوتش میتونن اینو بدون رنگ درش بیارن بستگی داره حالا رنگش زخم نشده باشه نمیدونم بریم حالا ببین یعنی ببین اینجوری هست زخم شده چسب زخم میزنه ایش بخواد چه جدی نمیشه شوخی میکنه توی وضعیت شد یعنی اوضاع خیلی اصلا من خیلی عصبی هم واقعا نمیدونم چی کار کنم یارو هم بیمارستان بابام هم زنگ زد گفت همین الان ماشین بیا ضربه چیزی به سر اصلا نمیدونم فکر کنم با صورت خورده تو فرمون چون اینجا یه ردی رو صورتش دایره مونده بود نه من میگم قندش افتاد قش کرد آمبولانس یارو میدونست دیگه
خب نه این میبرم بیمارستان محض احتیاط. آره زیاد ان شاء الله که چیزش فقط نشده باشه داستان پیش نیاد. بعد ماشین جلو تا رو بردم. خودت سالمی حالا اون زیاد مهم نیست. خودت الان دستام داره میلرزه اصلا. والا منم دستام داره میلرزه. اصلا اوضاع عجیب غریب به خدا. برگام ریخ واقعا. تو چیزی اتفاق برات نیفتاد؟ فقط حتی ماشینم برداشتن و اسنپ گرفتم اومدم. سری خودت رو رسوندی. آره ماشینم گفتم حالا بخوام باشم. کاش حداقل ماشین آورده بودی سوار ماشین کنم. خیلی هول شدم. اولش که گفتی تصادف نمی کنه شد. یه تصادف ساده باشه. بعد تو گفتی کوفته شدم گفتم یا خدا چی شده؟ گفتی کوفته شدم خیلی ترسیدم. شرمنده من ماشینم اون یکم جلوتر گذاشتم گذاشتتش اول خاکشناسی ولی خب کم کم یه ریز ریز گفتیم بیاییم اینجا نه اول خاکشناسی ولی چون این کافه خوبی بود اومدیم اینجا یه قهوه یه چیزی بخوریم بندمون افتاد و فشارمون افتاد و گفتم حالا اوکی باشه اون اول اول خیابونه هست تا اونجا حال داری پیاده بریم؟ آره بریم بریم چی شد؟ نگاه اون میتونی اونو بری تو آره پا ضربه خورده من این پام ضربه خورده رو این خیلی فشار نمیارم خب ماشین ولی خب اوکی نه اوکی ام بیا کنار ماشین نزنه تو اصلا داری میلنگی محسن نه بابا دارم عادی راه میرم بخوای بیا بریم اونجا تو اون کافه بشیم کدوم کافه یه کافه سر اون خیابون است تو بشین من برم ماشین رو بیارم بریم در موقع عکس از کافه ولی شما شاید ماشین بود ولی خودش نبود میگم نگرانم پات حقیقتش الان یه چیزی میخوام بهت بگم خب این 405 ما رو از اینجا میبینی؟ نه چشات ضعیفه اون اونجاست آره اونجاست واقعا نمیبینیش؟ نه حقیقتش رو میخوام بهت بگم ما تصادف نکرده خب یعنی یارو زد به من نزدم ولی خب ماشین اونو بردم من پیاده بودم زد دادم ماشین رو بردم حالا تصادف کردین یا نکردین؟ اون تصادف کرد با ما تصادف نکردیم خب حالا فرق نداره زیاد این قضیه ببین حقیقتش با فرق نداره اینسا که با آبجی من گذاشته سر کار من هم گذاشتم سر کار دوربین مخفی بود جدی گذاشتم سر کار ولی اینا اونجاست از تو اون پرایی داره فیلم میگیره نه شوخی کردم خدایی اونجا بیا حالا ببین تو بیا بیا دستم داره میلرزه چقدر پیگیر بود ولی دمش گرم خدایی دمش گرم اومد دوخ اون ماشین کجاست ماشین کجاست رفتم فلان کرد تو اطفاد کجا آوردی من از این را می رفتی دفتم خدا چون اولش نمی لنگید بعد که پرسیدم داری یادم افتادی حتی دمت اون گرم که تا آخر کلیپ ها دیدیم مرزی عدنان ببخشید واقعا شهرانم دیگه بچه ها تقاضا داده بودن که عدنان رو اذیت کنیم اگه هر چقدر کلیپو دوست داشتین همین الان همه تون لایک کنید اگه دوست داشتین کلیپو لایک کنید اگر هم دوست نداشتین همین الان یه لایک دیگه کنین تو کامنت ها منو بزنین گنگستریم لعنتی گنگستریم عدنان رو تو کلیپ بعد بیاریم اذیتش کنیم حتما بیاریم تو کلیپ دیگه فعلا خدا نگهدار خدافظ